داری. بغلش کرده میگه من بو گم میدم، میگه آره بو زنا میدی. بعد اینجوری هم نگرا میبوسن. چه چیز زیبایی پشت این هکه. سلام برای عکس علی انکی اومده. بگه برام. Why are you gay? آقا بوسه یه چیزیه که ما بوسه یه چیزیه که ما زیاد توی گیم و سینما و سریال دیدیم. اما یه سری از بوسه‌های گیمینگ برامون تو ذهنمون خیلی موندگار شدن به علت رابطه‌های عمیقی که پشت این بوسه‌های موندگار وجود داشته. اگه شما هم مثل من طرفدار رابطه‌های رمانتیک خفن توی گیم‌ها هستین، تا آخر ویدیو با ما باشین. می‌خوایم چند تا از موندگارترین بوسه ها و رابطه های رومانتیک رو تو گیم با هم بررسی کنیم. به به بچه ها، قرار است که ویدیو رو ببینید خیلی خوشحال میشم اگه یه دقیقه وقت بذارید چنل منو سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو یه تپه محکم بزنید و منو با دوستاتون شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید. بریم سراغ ویدیو. آقا اولین رابطه رومانتیک رابطه بین نیتن و سارا توی بازی آنچارتد 4. یه رابطه رومانتیک فوق العاده عمیق داریم میبینید. بله بدین شکل این دو نفر از آنچارتد 1، 2 و توی 3 همه اینا با هم رابطه داشتن و توی 4 که می‌بینیم با هم ازدواج کردن و زندگی مشترک تشکیل دادن بدین شکل. کاری از استودیوی ناتی داگ. دومی رابطه‌مون هم از استودیوی ناتی داگ میاد، بازی لست آف آس 2. این در واقع اولین تریلیه که از لست 2 اومد و ما فهمیدیم که الی در واقع لزبیانه و معشوقش هم این انسان اکسپیریه. من خودم خیلی از این رابطه بدم میومد، باندی بینشون نبود، هیچ باورپذیری پشتش نبود و ولی صحنه‌های رمانتیک زیادی داشت مثل این سری. بغلش کرده میگه من بو گم میدم، میگه آره بو زنا میدی. بعد اینجوری هم دیگه رو میبوسن. چه چیز زیبایی پشت این هکه. کلا نیل دراکمن کار عجیب غریب زیاد میکنه، کارگردان بازی کسخله. چطور زشت درستش کردن؟ هر چقدر الی خوشگله نمیدونم چرا اصلا این دینا رو خیلی ایکسپری درست سعی کردن. یه تو بازی لخ میشی، موهای زیر بغلش هم اینجوری میزنه بیرون، انگار قصد می‌خواسته این دراکمه ما حالمون به هم بخوره. آها آها چندش ببین شک چون الیا معلومه بعدش اومده حالی به زور الان لاته دیگه. من هیچ چیزی علیه همجنسگران ندارم ولی این رابطه همجنسگرانه خیلی زیبا نبود. رابطه بعدی Assassin's Creed Unity با این دختره که خیلی من دوست داشتم، هرچند حالا اسپویلش نمی کنم ولی سرانجامی نداره اسپویلش کردم، ولی خیلی خوب و رومانتیک درست کردن. کلا Assassin's Creed قدیمی تو همه چیز بهتر بود، داستان اینجور رابطه هم الان خفه میشم ببینید. Truth be told, it's a lot of ceremony and pontification. Dull as dirt. Well, when you don't invite me to your parties, everyone suffers. I did try, but my father was adamant. Your father? Who's in there? Go. I'll distract him. What? You're kicking me out. He's complicated. I'll explain. لاس خوشگاهی زیبایی میزنه. اینو تا از بچگی با هم دوست شدم. توی بازی. یونیتی رو عرض بکنم اکثر تو موزیک گردی دیگه. این اینفیمسه. اینفیمسه من خودم بازی نکردم ولی یکی از بازی های خفن و انصاری PS4ه. اگه PS4 داریم فکر کنم الان ارزون هم میتونید دیسکشو پیدا کنین و کلن خیلی ارزونه. بازیش کنین، بازی باحالیه. من خودم اگه PS4 داشتم حتما بازیش میکرد. Infamous Second Son اگه اشتباه نکنم. آره. موی ایرانی خیلی دوست دارم. Little Bible Lister in foreplay. It's our place for the week. چه کاریه تو بارون آخه؟ یکی از داستانای زیبا و رمانس‌های جذاب توی کلن هم گیم هم سینما رابطه بین پیتر پارکر و مری جین تو اسپایدرمن خیلی قشنگ و خوب تعریف شده. البته من اسپایدرمن های آخر رو دوست نداشتم، اونایی که تام هالند توش بازی میکنه، ولی گیم آخرش واقعا مال انسامینا گیمز و انساری هستون. گیم آخرش خیلی خوب بود، ستای قبلی هم خیلی خوب بود، فیلمش مال سن ریمی.
اینجا این بود که بالاخره دوباره بیشم برگشتم. او رزیدنت اویل 2 کلن کپکام زنه خیلی سکسی میسازه تو بازیش. به به تو ببین. به به خیلی یوهو. شهر پر از زامبیه، دنیا داره تمام میشه و شما ریلکس در یک مترو این شکل. رزیدنت اویل واقعا ریمیک، من کلا ریمیک و ریمستر دوست ندارم، ولی رزیدنت اویل 2 واقعا جز ریمیک های خیلی خفن بود. لایف ایز استرنج، میبینیم مثلا رابطه توی لایف ایز استرنج هم، هم لایف استرنج یک هم DLCش که بعدش اومد، کلا رابطه هاش لزبیان بود ولی قشنگ طراحی شده بود، یعنی هم جذاب بود هم داستان زیبا. ببین تو ببین یک رمانسی باشه هم محیط های خوب، ولی لاست اوف اس اصلا این شکلی نبود. لایف ایز استرنج از اون بازی که حتما باید بازیش کنید، خیلی خفنه و رو سیستم ضعیف هم اجرا میشه. به به این دختره اسمش ریچل، اون کلویه. این در واقع DLC لایف استرنج یکی. من چقدر زیر میزنم، جای من بودی نمیزدی؟ ببین چه آهنگ زیبایی. چی بود اون لاست اوف اس دو؟ دختره میگفت من بو میدم، اون یکی دختره میگفت آره بو زنای گوه میدی، بعد همدیگر رو میبوسیدن، بعد عرقای همدیگر رو میبولیدن به صورت هم. زیبا. هولی فاک. به 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 ادزیو. اونایی که بازی کردن اساسینز کرید رو خیلی با این صحنه خاطره دارن. یکی از مثلا بازیای یکی اولین صحنه‌های رمانتیکی که ما تو گیم دیدیم این بود. چه آهنگی. چقدر موسیقی اساسینز کرید رو خوب بود. احبا. چقدر این بازی خوبه، هر چی از خوبی این بازی بگم من کم گفتم. خای مال مس افکت 2 یا 3؟ مس افکت 3 با لیارا. بچه تو مس افکت شما چند تا آپشن لو کرده کونو نگاه تو مس افکت شما چند تا آپشن رمانس دارین که من خودم لیارا رو رفتم توی مس افکت 3. خیلی دختر خوبه، اصلا دوستش داری با اینکه نژادش نژاد انسانی بود فرق می‌کنه، ولی خیلی دوست داشتنیه. مس افکت دوباره بشینیم بازی کنیم. من تو سه تا ویدیو آخرم هم مس افکت گفتم. نیدر وود آی. به به. آی لوف یو شپرد. آی لوف یو تو لیارا. شو می. این هم لایف ایز استرنج. این دوتا هم آخر، این دوتا آخرش میفهمی لزبیان هم. ببینید من اینجا داشتم با بچه بودم، کودک بودم، یهو دیدم اه وات دارم دیگه رو میبوسن، چطور میشه اینا جفتشون هیچ کدوم دیک ندارن که، چجوری هم دیگه میبوسن؟ خیلی بچه بودم موقع، درک نمیکردم هنوز لزبیان چیه گی چیه، فرق دختر و پسر هم نمیدونستم. بعد یهو دیدم همچی صحنه اتفاق افتاد. ببینید چه Max Caulfield. Don't you forget about me. Assassin's Creed Odyssey. هم خوبیش این بود که چند تا آپشن رمانس داشت. و خب اینم باز هم گی و لزبیان داشت. کلا دیگه بازی‌ها به این نوعی رفتن که دیگه اصلا به به. دختر سبز است، من سبز دوست دارم، لام هستم. بکیرم. الان من چیکار کنم؟ کت وومن. بچه‌ها کت وومن من روش عجیب کراش داشتم وقتی بچه. خیلی خوب و سکسی، یعنی دقت کن اون لباس چرمشون، قیافشون، سبک افزادنش دل میبره. سریای اول بتمن، آرخام سیتی، آرخام اسایلوم اصلا خدا بود. اینجا اون لحظه که بتمن میخواست خدافزی کنه بره. اینجا الان یک کیس میکنه و دوباره میندازتشو برنیم. چه احمقی، من بودم لباس رو میکردم میگفتم گور بابای بتمن و گاتهام فقط خودت.
اینم یکی از رابطه‌های لزبیانه توی اساسین کرید سه دیگه. کلا بازی‌ها به علت رعایت حقوق اینا اصلا بی ادبی حساب میشه که آپشن همجنسگرایانه تو بازی‌هاشون نذارن. بعضی بعد دیگه قطعا بعد عادت کنید تو همه بازی‌ها همچین آپشنی باشه. که بعدم نیست به شرطی که پوش شده نباشه، یعنی زورکی جا داده نشده باشه. چطور میشه الان؟ میبوسن دیگه بیا به این شکل. چه هیکل مردونه ای داره این کساندرا. چه گونی پوشیده؟ اینا چجوری همو میکنن؟ نمیدونم اینا یکی من توضیح بده چجوری اینا همو میکنن. الان چی شد؟ رفتن تو چی کار کردن؟ کی کیو کرد؟ تیرکمون کردین تو کونه هم؟ چی شد؟ دوباره حامله هم این مافیا 3 در کل بازی تخمی بود، من دوست نداشتم نسبت به دوش خصوصا که اینقدر فوق‌العاده بود، ولی این خیلی این کاراکتر من کلا ابونی دوست دارم مثلا اونایی که نمیدونم، و این ابونی هم خوبه و الان هم که بیکینی پوشیده take that big dick به اندازش رو تق زیر همه عکس مریم مقدس تقه رو بزن چشا رو، یعنی همون لحظه ارزاشو شد اینجوری ها. چرا در رو میبندن؟ خب این همه پلیر منتظر بودن ببینن. آه این یه کتومنه دیگه است. کلن کتومن ها رو تو گیم خیلی سکسی میسازن، توی بتمن تلتل گیمز این خیلی خوبه، این هم خیلی خوب ساختن، هم شخصیتش هم همه چیش عالیه. بعد یه کونی هم داره، حالا کونشو نشون بده اصلا دلتون میره براش. این بروس بتمنه. اینجا زخمی شدیم که اتوما ما رو نجات داده برده خونه خودش. بزن تمقه رو. Thanks, Bats. چقدر خوبه. Kiss her forehead. I was hoping for something more than that. بس که جنده میگم انتظار بیشتری داشتم. بکن دیگه. روژ لب مشکی و کلن اونجوری تریپ مشکی حالت این تیپ ها منو خیلی عام میکنه. هر چیزی که دیدیم گفتیم من این خیلی، من گفتم این خیلی من عام میکنه. پس من چی دوست ندارم؟ بلک گفتم عام میکنه، سبزی گفتم دوست دارم، بلک دوست دارم، من پیرن مشکی دوست دارم، چی همه چی رو دوست دارم. بچه ویچر واقعا یه انتخاب سختی، یعنی بین ینفر و تیریس باید یکی رو انتخاب کنی ببوسش، و اینکه جفتشون خیلی هاتن آدم میمونه توش، برعکس سایبرپانک فقط یه آپشن داشتین اگه پسر رو انتخاب میکردین. ریچر واقعا دو تا آپشن ناوی دارید. من خودم رفتم واسه ینیفر ولی اینم خیلی خوبه. تو ببین حجمو. بچه‌ها این مد مکس، مد مکس یکی از underrated ترین بازیایی که تو عمرم دیدم، یعنی بازی underrated یعنی بازیایی که به اندازه‌ای که لیاقتشون بوده بهشون بها داده نشده. مد مکس فوق‌العاده بازی فوق‌العاده، هم لحاظ داستان هم لحاظ گیم پلی، ولی اونقدر معروف و گنده نشد. به نظر من اگه مد مکس بازی نکردین حتما بازی کنین. من که خیلی دوستش داشتم و بازی که من دوست داشته باشم قطعا شما دوست دارین، چون من کلا سختگیرم تو بازی. اولین بازی که بود که واسه نسل هشتم اومد. من سر این صحنه گریه کردم، کسخل بودم اون موقع. My name is Max. یادش بخیر. My name is Max.
جوون بودیم بی دغدغه. رسیدیم به اصل کار. بچه یکی از بهترین کونهای تاریخ دنیای گیم رو میراندا داشت تو مست افکت دو. تو نگاه کن خیلی خوبه. و اینکه حیف که رومانسش خیلی طولانی نیست، یعنی دو سه تا مرحله است توی مست افکت دو. توی سهش هم اگه دوشو خوب بازی کرده باشی توی سهش هم میتونی باش رومانس کنی، ولی توی بازم یه مرحله کوتاه. ولی اون چون حیف، یعنی کلن سه تا بازی متفاوت و باید بسازم واسه میراندا و اون اس. این بازی دیترویت بیکام هیومنه، مال دیوید کیج، آخرین بازی دیوید کیج. اینا دو تا رباتن در واقع، ولی خب خوبی بازی اینه که حتی اگه شما ربات هم باشیم باز رومانس داری میتونیم با این دختره، که خوبم هست. من انصافا اون موقع برام هات بود. من چی برام هات نیست، به این شکل. به 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 کانکت شدم با هم. فلش تو بکن تو یو اس بی ها بش. ربات هم دیگه. برای وکسینم از این امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. اگه ویدیو این سبکی علاقه دارین حتما توی کامنت برام بنویسین تا بیشتر رسشون درست کنم. خیلی دوستتون دارم. ممنون بابت همه حمایتی که تا امروز از من داشتین. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. اینم از بهترین بوسیه های تاریخ گیم. دوستتون دارم. فعلا خداحافظ.